بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. مصیبتی در گذشت مادری قاری محمد ایوب را برای همه فرزندان و بستگان و برای همه طالب علمان و حافظان قرآن تسلیت عرض نموده و از الله متعال صبر جمیل و اجر بزرگ مسئلت دارم. البته این مصیبت مصیبتی تنها یک خانواده نیست، این مصیبت مصیبتی جامعه هست، زیرا این مادر مادری بود که خدمتش برای جامعه مسلمان ها بسیار رسیده بود. یعنی اکثریت طالب علمان و حافظان قرآن که امروز در گوشه های دنیا پهن گشته اند و تعلیم قرآن دارند، اکثریت آنها از دست این مادر نان خورده بودند. این مادر مادری بود که اکثریت عمر خویش را صرف خدمت دین کرده بود. این خدمت های این مادر در نزد خداوند متعال بسیار ارزشمند هستند. الله متعال در قرآن کریم می فرماید ان الله لا يضيع اجر المحسنين، همان الله پاداش نیکوکاران را ضایع نمیگرداند. و خداوند متعال اون همه زحمت ها و اون همه خدمت های این مادر را خب توشه سفر و وسیله نجاتش در قبر و قیامت بگرداند و سفر این مادر را سفر عروسی و خانه قبرش را باقی از باقهای بهشت بگرداند. و امروز این مادر که ندای پروردگارش را لبیک گفت، همان ندای زیبایی که الله متعال می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای روحی آرام یافته، ای نفسی مطمئنه، ای روحی که در دنیا یک عمر در تکاپو و تلاش و تشویشی ها به سر بردی، یک عمر در خدمت دین بودی، برای خدمت دین، برای تعلیم قرآن و برای تعلیم فرزندان تشویشی های زیاد کشیدی، امروز مطمئن باش، امروز در یک حالت آرامش و با یک خاطر اطمینان به سوی پروردگارت بازگرد. در حالی که پروردگارت از تو راضی هست و تو نیز از او خوشنود هستی، پس در زمره بندگان صالح من داخل شو و وارد بهشت من شو. خداوند متعال این مادر را در زمره بندگان صالحش داخل بهشتش بگرداند. البته این مادر یکی از مادران نیکبخت و سربلند در روز قیامت خواهد بود. این مادر افتخار خواهد کرد از این فرزندانی که به جای گذاشته است، مثل قاری محمد ایوب، قاری احمد و قاری مرتضی و اون همه فرزندان صالحی که امروز از این مادر باقی مانده اند و اون همه نبیرگانی که حافظ قرآن هستند که اکثریت ما آنها را نمیشناسیم و باز از نسل این مادر انشاءالله تا روز قیامت حافظان بسیار به بار خواهد آمد و این سلسله ادامه خواهد پیدا کرد. خداوند متعال این مصیبت دردناک را برای همه ما
و بنده هم که یکی از طالب علمان اون درگاه بدم و از دست این مادر نان زیادی خورده هم، خداوند متعال صبر جمیل و اجر بزرگ عطا نماید و خاتمه را به خیر بگرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و آله و اصحابه اجمعین.